راننده های معروفی مثل همیلتون، مایکل شوماخر و راکینن که سال گذشته قهرمان مسابقات فرمول 1 شد، همه از اینجا شروع میکنن، مسابقات فرمول رنو. تنها راننده ایرانی فعال و شرکت کننده در مسابقات اتومبیلرانی تک سرنشین فرمول رنو کوروش محمدخانیه. من وقتی که 9 سالم بود، پدرم بهم یاد داد چجوری رانندگی بکنم و توی پیست کارتینگ توی ایران، توی مشهد عموی من داشت، اونجا شروع کردم به مسابقات کارتینگ دادن و بابا من همیشه بابا میرفتم مسابقات اتومبیلرانی. شنیدم یه سری رکورد داری تو ایران، تو چه زمینه‌ای بوده، چیکار کردی و چی شد که اصلا به فرمولا رنو رسیدی؟ زمانی که 12 سالم بود با ماشینی که پدرم برام دست‌ساز و پدرم ساخته بود برام، رکورد دنیا رو داشتم که هنوزم دارم، که پرش به ماشین بود از اینکه 30 متر طول و 7 متر ارتفاع پریدم از روی سکو. اون که رکورد من بود و تو مسابقات کارتینگ و ماشین سواری معمولی توی ایران شرکت میکردم که بیشتر توی کارتینگ بود، که یه سری مقامایی داشتم توی ایران و تصمیم گرفتم که بیام انگلستان که من بعد ادامه بدم که برسم به فرمول رنو. دنده ای عقب گیر کرده؟ پدال رو بگیر. این چیه؟ کوروش، یالا 9.5 ثانی داری بهش میرسی، میدونی کجاست نه؟ فقط مطمئن شو که پاتو به موقع از پدال برداری. کوروش میگه که احساس میکنه چرخهای جلوی مشکلی دارن، ولی من فکر کنم سطح پیست مسابقه به اندازه کافی گرم نشده. چه احساسی داشتی وقتی اولین بار به عنوان یه راننده ایرانی پشت ماشین نشستی که میدونی همیلتون و رایکینن و این قهرمانای اتومبیلرانی الان پشتش نشستن؟ خیلی خوشحال بودم و احساس غرور میکردم که بالاخره راننده ایرانی اومده از ایران و اصلا تا حالا کسی نیومده توی اروپا بتونه مقامی بیاره و کاری انجام بده. من مسابقه اولم رو مقام آوردم به عنوان ایرانی و خیلی احساس خوشحالی و افتخار می‌کردم. رقابت در انگلستان برای کوروش که خودش رو اینجا رسونده و پا در این میدون گذاشته قدم فوق‌العاده بزرگیه. او خودش رو در مقابل بهترین‌های جهان قرار داده. فاصله زمانی بین نفر اول تا دهم حدود 0.8 ثانیه یا بعضی وقتا 0.6 ثانیه است. مثلا از اول تا نفر 20 یک ثانیه 100% کمتره. از نفر اول تا 20 یعنی اگه 1 ثانیه مشکل ماشین داشته باشی آخرا وای میستی. آخرا وای میستی. چون فاصله زمانی نفر اول، دوم، سوم تا پنجم تا 0.1 ثانیه هم میرسه اختلاف بین اونا. یعنی اونا تا 0.1 ثانیه با هم اختلاف دارن چون فاصله خیلی نزدیکه. وقتی اولین بار کوروش رو دیدم گفت که تنها 6 ماهه که انگلستان. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که چطور ممکنه که انگلیسی او از خود من هم بهتره. پس فکر کردم برای کار سخت مسابقه او توانایی بسیار خوبی برای یادگیری داره. هیجان و ضربان قلبت اولین بار اون موقعی بود که پشت ماشین نشستی یا اون موقعی بود که به عنوان یه ایرانی اولین بار روی سکوی اولی رفتی و اون کاپو بهت دادن؟ هر کدومش یک حس خاصی داشت. زمانی که اول پشت ماشین من نشستم خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه تا حالا تجربهشو نداشتم، ماشینای سرعت بالا، و خیلی خوشحال بودم. و زمانی که روی سکوی اولی که رفتم خیلی احساس غرور و خوشحالی و خیلی احساسی نمیتونم بیان کنم.